خب فاضل عزیز، خوش اومدی به این برنامه. من فکر میکنم یکی از برنامه های تاریخ شفاهی چپ و حتی فراتر از بعضی سازمان های دیگر یه گوشه مهمش که ناشناخته مونده هنوز پیش شماست و امیدوارم که امشب بتونیم به این بخش هایی که هنوز پرده ابهام روش هست، گفته نشده و یا تفاسیر غیر مستندی در موردش هست، شما بتونید مستند و به عنوان شاهد عینی این گوشه ها رو بیان کنید، مخصوصا در مورد تقی شهرام و تقی شهرام به عنوان شخصیتی که ابهامات زیادی هنوز در موردش مطرح میشه، گوشه های از زندگیش هنوز مستند نیست، مخالفین ادعاهایی دارن، موافقین ادعاهای دیگه، ولی شما تنها کسی هستی فکر میکنم از اون جمع نزدیک به تقی شهرام که مشخصا با خودش زندگی کردی، با خودش مبارزه کردی، سفر کردی و کارهایی که خیلی از مبارزین دیگه و همرزمان خود تقی شهرام ازش خبر نداشتن تو در جریانی. امیدوارم که شما عزیزانی که شنونده و یا بیننده این برنامه هستین به این گفته های یک شاهد عینی، رفیق فاضل نادری، یکی از کادرهای قدیمی جنبش چپ ایران دقت کنید، به عنوان یک شاهد داره این خاطرات رو برای ما بازگو میکنه و این بازگویی اون تاریخ نه وارد تحلیل و ارزیابیش میشه قاعدتاً، نه قرار هست اینجا به بررسی اون مسائل بپردازیم، ولی اون چیزی که برای ما مهمه و خود رفیق فاضلم به عنوان یک شاهد عینی اون دوره و به ویژه رفاقت و نزدیکی شخصیش با تقی شهرام بتونه کمک کنه و گوشه های تاریک و نگفته های تاکنونی رو به شما، به ما و به همه علاقمندان بگه و ما هم در جنگ قرار بگیریم و ما هم در خاطراتش و در زندگی که کرده شریک بشیم بالاخره به عنوان یه بخش از تاریخ شفاهی اون جامعه. من قبلا تو مدیا اجتماعی که در مورد تقی شهرام بحث بود قول دادم، گفتم روزی تلاش خواهم کرد برم و تنها بازمانده اون دوره رو زحمت بدم بهش و ازش خواهش کنم که این تاریخ رو بازگویی کنه، دوباره اینا رو به خاطر بیاره و در اختیار علاقمندان قرار بده و خوشبختانه امروز اون فرصت گیر اومده، اون فرصت پیش اومده. من از این بعد دیگه حرف زیادی نخواهم زد و میکروفون رو میذارم در اختیار رفیق فاضل. خود رفیق فاضل جهت اطلاع شما از کادرهای قدیمی سازمان مجاهدین به قول معروف اون دوره مذهبی، بعدن از کادرهای مجاهدین میملام، بعدن به پیکار میپیونده و سازمان پیکار منظورم هست، بعد از سازمان پیکار یه جمعی درست میکنن، گروه درست میکنن به اسم پیکار کمونیست، بعدن مجموعه اینا به اتحاد مبارزان کمونیست میپیوندن و بعد از اتحاد مبارزان کمونیست با تشکیل حزب کمونیست ایران در سال 1362 عضو حزب کمونیست ایران میشه و از سال 1991 که حزب کمونیست کارگری ایران تشکیل شد تا به امروز رفیق فاضل یکی از کادرهای با تجربه قدیمی و پرسابقه این جنبش هست و این هنوز به عنوان کادر حزب کمونیست کارگری با وجود این که خیلی سن و سالش اذیتش میکنه با این وضعیت هنوز از پای ننشسته و فعالیتاشو همچنان پی گرفته.
رفیق فاضل، اولین سوال اینه، تقی شهرام کی بود؟ اولا منم تشکر میکنم که منو توی این برنامه دعوت کردیم و شرکت میکنم، هم به عنوان کسی که به قول شما یک قسمتی از جنبش کمونیستی گذشته لاغل تو این 50 سال اخیر تا اونجایی که من دخیل بودم و من فعال سیاسی این جنبش بودم و به ویژه در مورد تقی شهرام که من میخوای من صحبت کنم، منم از شما به عنوان مجری این برنامه تشکر و سپاسگزارم. راستش در مورد تقی شهرام صحبت و گفتگو کردن راحت نیست، برای اینکه تقی شهرام با توجه به سن و سال کمی که داشت و توی این سن و سال کمش فعالیت سیاسی برجسته نه تنها زمان خودش بلکه تا هم بعد از اینکه تقریبا نزدیک 40 سال اعدام شده، ولی خب همین الان توی ذهن من انگار که یه ماه پیش ما با هم بودیم، این نشوندنده شخصیت و عظمت و برجستگی این رفیق فعال سیاسی و کمونیسته. این که میگن در مورد تقی شهرام بحث و گفتگو کردن، خیلی در مورد تقی شهرام نوشتن، هم دوستدارانش و هم دشمنانش. دشمنانش بیشتر نوشتن، برای اینکه قلم دستان مزدور جمهوری اسلامی صدها و صدها نفر نیرو داره، تمام امکانات در اختیارشه، تمام آدمایی که تو این دوره براشون امکان پذیر بود با اینا مصاحبه کنن و گوشه‌های از زندگی تغییر را، منتها جمهوری اسلامی از اکثر اینا، من توی خیلی از نوشته‌های جمهوری اسلامی، مأمورین جمهوری اسلامی، مزدوران جمهوری اسلامی که در مورد تغییر شرام میشتن خوندم، حقیقتش همه اینا به عظمت و برجستگی تقی شهرام اذعان دارن. کسی نمیاد بگی که با اینکه سعی کردن نمیدونم آلودش بکنن با یه سری انحرافات و اشتباهاتی که توی خود مشی چریکی سازمان مجاهدین بود، ولی میگم کسی نمیشینه از یک موضوع حسنیت واقعی بگه تقی شهرام چه پدیده بود، چرا بعد از چه. الان شما بگو برای ما تقی شهرام کی متولد شد، کجا متولد شد، وضعیت خانوادگیش تا اونجایی که به خاطر داری و ازش جدا میشه. من نوشته مختصری نوشتم که تقی شهرام در 17 اوت 1326 شاید آذر باشه در تهران متولد شد، در یک خانواده متولد شد که خانواده تقریبا وضع اقتصادشون خوب بودن، با تنها فرزند پسر اون خانواده است، 3 از خواهراش هم خوشبختانه الان زنده هستن و یه پسری داره اونم زنده است و بنابراین این وضعیت خانوادگیشه. تحصیلات دوران ابتدایی، دوران دبیرستان، دوران مثلا بالاترشو هر سال با معدل بالا و در شاگرد اول قبول میشد. یکی از توی مدرسه خیلی خیلی چیز در هدف دبیرستان، هدف شماره 1 در سال 1347 در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد، وارد دانشگاه شد، توی دانشگاه هم همون رشته ریاضی را ادامه داد. ایشون توی تمام سالها کدوم دانشگاه درس میخوند میدونین؟ دانشگاه دانشکده علوم، دانشکده علوم دانشگاه تهران. بعد اونجا هر سال شاگرد اول بود و چون شاگرد اول بود هزینه تحصیلی مطلقا نمیداد،
یعنی از بابت تحصیلاتش ایشون اون موقع یک ریال هم پول پرداخت نکرده. این قانون اون موقع بود کسانی که محصلین سطح بالا و فوق العاده برجسته بودن از پرداخت هزینه‌های دانشگاهی تحصیلی معاف بودن. تقریبا همینجوری بود. بعد از فارغ التحصیل شدن در واقع دور بر اوایل 1350 ایناست. بعد میره دانشگاه تدریس ریاضیات میکنه. تقریبا اوایل بود، یعنی حدود چند ماه بود تمام کرده بود. چی میکنه؟ اون موقع قرار بوده کسانی که دوره اعزام به خدمت سربازی هستش ایشون رو بر اساس قوانین و مقررات اون موقع سرباز بود، ولی شبا میومد خونه مثل آدم شخصی، حتی با لباس شخصی. یعنی اینا جز در ازای سربازی تدریس میکرد؟ نه، تدریسش که میکرد، سربازیشو میکرد، منتها سربازایی که توی پادگان میخوابند و نگهبانی بدن و 24 ساعت در اختیار خود واحد و گردان و گروهان مربوطش شد، این شبا میمد خونه. یعنی مستمع آزاد بود، میتونست اونجا بمونه، میتونست بیاد خونه. بنابراین این از امتیازات دانش علمی این آدم بود. که چه سالی خود تقی شهران به سازمان مجاهدین میپیونده یا از بنیانگذارانش بوده؟ نمیدونم. تقی شهرام از بنیانگذارانش نبود. تقی شهرام به توسط دو سه نفر از دوستان همردیفش جزو یک هسته مذهبی میشن. هسته مذهبی هم بعدها شد سازمان مجاهدین خلق ایران. در واقع بعد از 50 این سازمان، یعنی هنوز سازمان مجاهدین تشکیل نشده بود، تقی شهرام جز اون محفل مذهبی فعالی بود این محفل که بعدا سازمان مجاهدین رو تشکیل میده. پس چطوری میگی که جز بنیانگذاران نبوده؟ بنیانگذار اون محفل منظورته؟ نه، بنیانگذاران مجاهدین تعدادی هستن که توی تاریخ مجاهدین مسته، مثل حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، ناصر صادق، محمد بازرگان، اینا بنیانگذارانه. اینا هم توی اون هسته مذهبی بودن. تقی شهرام هم گروه بود، هسته یا گروه میشه. توی این یکی اونقدر آدم شناخته شده و برجسته توی این هسته نبود. بعدن که مجاهدین شدن، اون وقت مجاهدین تعداد تصمیم داشتن در آستانه تاجگذاری شاه، مجاهدین تصمیم داشتن یک عملیات معیر عقولی بدن، مثلا یه جوری که منتهی بشه تمام برقای اون مؤسسه تاجگذاری اینجا تشکیل. به دلیل یه اشتباهی که صورت میگیره اینا دستگیر میشن. بعد کیا دستگیر میشن؟ هم دستگیر که شدن 10 نفر آدم به اضافه تقی شهرام، 11 نفر آدم اول شهریور 1350 دستگیر میشن. که اسامی این آدم ها رو من الان ننوشتم، چون فکر میکردم که اینا رو دارم مینوشتم تو نوشته. 1350 گفتین؟ 1350 اول شهریور 1350 تقریبا در اثر هجوم وحشیانی ساواک 80% مجاهدین اون موقع دستگیر میشن. تقی شهرام هم از جمله اونا بود. تقی شهرام با اینکه اخیرا دانشگاهش رو تمام کرده بود، ولی قبل از اون هم گفتم با این هسته فعالیت سیاسی مذهبی میکردن. تقی شهرام هنوز مذهبی بود، تمام فرایض دینی اسلام را اجرا میکرد. تمام اون گروه، تمام اون 11 نفری که دستگیر میشن، 11 نفر تقی شهرام به اضافه 10 نفر، الان اسامیش یادم نیست، حافظم چیز نمیکنه، ولی اینا رو نوشتم، دستگیر میشن اینا.
بعد چهار نفره ردیف اول اینا که عناصر بالای بودن مثل فکر محمد بازرگان و علی میهندوست و علی اصغر بعدی زادگان اینا و مسعود رجوی، چهار نفره شماره ردیف اول دادگاه بودن، اینا به اعدام محکوم میشن. مسعود رجوی به خاطر نفوذ برادرش که توی فکرم سازمان ملل کار میکرد اینا، نفوذی که میکنه رجوی رو به حبس ابد محکوم میکنن. تقی شهرام جزء متهمین ردیف اول نبود ولی به 10 سال زندان محکوم میشه. چون تقی شهرام هنوز اون تقی شهرامی که بعدن شد نبود، اونقدر برجسته نشده بود و بعدم نمیشناختنش. توی دادگاه شدیداً با حکمش مخالفت میکنه، سرجدا را میندازه اینا، همین باعث میشه که 5 سال به زندانش اضافه میشه. این چه سالی بود؟ سال 350 بعد 51 اینا. بعد آدم فوق العاده جسور، بی‌باک و تیزی بود. توی چندین زندانی که کشیده، اوین و قزل قلعه و قزل حصار و اینا، همه توی این زندان ها به عنوان آدم آشوبگر، اخلالگر معروف بود. اتفاقا یکی از دلایلی هم که اینو به همراه زندانی رفیق زندانیش حسین عزتی کمره‌ای که از ایادی است، از عناصر ستاره سرخ بود، این دوتا همیشه نارام بودن. تو زندان با افسرا بگومگو داشتن، با نگهبانا بگومگو داشتن. کسی که توی زندان جمهوری اسلامی زندان سواد میفته قاعدتاً از ترسش باید مطیع امانقا داشته، ولی تقی از همون جا هم آدم متخصص. این دوران شاست ولی که شاست؟ آره، ازاشته رو 50-51 دیگه. بعد خود همین مسئله باعث میشه که بعضی از زندانی هایی که نارام بودن، شلوغکن بودن به اصطلاح، اینا رو به زندان های گوناگون، زندان عادل‌آباد شیراز، زندان مشهد، زندان توی سنندج اسمش یادم نیست، تو زندان تبریز آذربایجان، به اینجا ها منتقلشون میکنن که زندان که اینا زندانی میکشن احساس آرامش، دور از مرکز، دور از مرکز و زندانیان دیگه تحت تاثیر اینا قرار نگیرن. سعی میکنن این عناصر برجسته که رهبران اعتصابن، رهبران اعتراضن، اینا رو از بقیه زندانیا جدا کنن. تقی شهرام و حسین عزتی کمره‌ای که متاسفانه یکی دو هفته بعد از فرار از زندان ساری که الان اشاره میکنم، اون توی میخواست بره خارج، توی جنوب ایران به دست سواک کشته میشه. بعد این وقتی که اینا فرار میکنن تو زندان ساری بودن؟ به اون بر میگردم اشاره میکنم. منظورم اینه که حسین عزت کمره‌ای زنده نموند، همون موقع بعد از یکی دو هفته آزاد شدنش، فرار کردنش، به دست سواک کشته میشن. اینا رو تصمیم میگیرن بفرستن به زندان تازه ساز ساری. بعد همراه با اینا یه نامه هم از رئیس زندان بانان به زندان ساری میفرستن که حواستون به این دو نفر باشه. این دو نفر آدم های شرور، اخلالگر، اعتصاب را انداز هستن. این حرف رو خود ستوان امیر حسین احمدیان که خوشبختانه الان زنده هم هست، منم باش رابطه خوب صمیمی دارم، که این افسر نگهبان بود، این توی شفاهی توی بحث و مصاحبه گفته که همراه اینا همچنین نامه ای آمد. بعد اینا رو وارد زندان تقی میگه اینا رو به من گفته، میگه وقتی که ما وارد زندان شدیم
خب دیدیم زندان تازه ساز با زندان قزلقلعه و قصر و این چیزا خیلی فرق میکنه. تازه ساز اولین چیزی که نظر منو جلب کرد دیوارهای 11 متری زندان بود. اینو به کی گفته؟ تقی؟ تقی به من گفت، جای دیگه هم گفته. اوکی. بعد میگه ما همش فکر این بودیم که فرار کنیم، ما نباید زندانی بریم. قبل از این که برن زندان ساری تو هنوز تقی شهرامو نمیشناسی؟ نمیشناختم نه. اوکی. حالا میگم از کی من شناختم، از کی با هم بودیم. بعد اینا میان تقیه میگه من اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد زندان ها دیواره 11 متری خود این زندان ها بود که چجوری میشه از اینجا پرید و فرار کرد. 11 متر بلند بوده؟ 11 متر بلند بود. بعد زندان 4 تا برج نگهبانی داشته توی 4 کوشه. من اونجا نرفتم ندیدم، ولی بر اساس چیزایی که هم خود تقیه نوشته هم خود سطفان امیر حسین احمدیان اینا رو نوشتن توی چگونگی فرار. اینا میرن اونجا و بعد خب سطفان امیر حسین احمدیان به عنوان افسر نگهبان شب همین نامه رو قبلا گرفته بود دیگه، آنتناش تیز میشه. ببینه خوده تو پرانتز خود سطفان امیر حسین احمدیان قهرمان جیمناستیک بود، ایران در این حال افسر پلیس هم بود. خودش از یه خانواده کارگری میمد، باباش کارگر شیلات بود، شیلات شمال بود دیگه. باباش هم خیلی آدم زحمتکشی بود و این هم از اون خانواده میاد، ولی مهمترین خصوصیات الان شما همونجور خوش بختانه الان هم زنده است، آدم لوتی، صادق، صمیمی و خیلی آدم حرفشو میشنوه باور میکنه. خاکی چخان و کلک و این چیزا اصلا توی مخیرش وجود نداشت، الان هم همه. بعد خب همچین آدمی که خودش یلی بود توی زندان بین همکاراش، تمام زندانیا به خاطر خصوصیات های برجسته این آدم اینو دوست داشتن. به زندانیا کوچکترین از موضع بالا برخورد نمی کرد، مخصوصا زندانی هایی که خود اون افسر نگهبانه داره میگی، خود امیر حسین، حالا از این بده میگم امیر حسین. بله. آره این با زندانیا خود مخصوصا اینا رو خودش میگه، من خودش دارم میگه که مخصوصا آدم هایی که احساس میکرد که در حقشان ظلم شده، محکوم شدن، اینا به اینا رسیدگی میکرد و بین اونا چیز میکرد. یادم این جمله رو بگم، تقی شهرام اون موقع که توی دانشگاه تدریس میکرد مدت کوتاهی بود، حقوق درآمد حقوقشو بین بر بچه و دوستایی که میشناخت فقیرن، بی‌بضاعتن، هم سیاسی کارهای هم دارش هم اطرافیانش بهش اونا تقسیم میکرد. اونم اون خاصیته. این دو خاصیت، این دو جذبه همدیگه رو مثل جذب میکنن. تقی آدم فوق العاده تیز، زبردست، زرنگ بود. درسته زندانی 15 سال محکومه، ولی تابع افسر نگهبان و این نگهبان این چیزا نبود. آدم خیلی خیلی قلدر هم نبود. با زندانبانا، نگهبانا، با افسرهایی که میخواستن بهش یا به سایر زندانیا قلدری بکنن تو داخل بند همجوری برخورد میکرد. اینا نشاندنده شخصیت فوقلاد برجستگی موتی و منگاده، هیچ جوی نبود از خصوصیت های برجستش. بعد اونجا اینا رو جا به جا میکنه، افسر نگهبانش امیر حسین. میگذره امیر حسین میخواست ادامه تحصیل بده، با اینکه سطفان یک بود میخواست ادامه تحصیل بده،
خودش به تحقیه اینا گفته بود که از این شغل خوشم نمیاد، میخوام ادامه تحصیل بدم، کار و رشته دیگه رو پیدا کنم. میدونست، فهمیده بود که هم تقی هم حسین عزتی آدمای پروفس ریاضیات هم آدمای سطح بالای با معلومات و دانش ریاضی هستن. امیر حسین سعی میکنه از اینا، نه اینکه بگم سوء استفاده بکنه، سعی میکنه از این امکان بهره برداری یاد بکنه. بگیره یاد بگیره فلان بکنه. بعد هم خود امیر حسین اینو گفته، هم خود تقی شهرام توی چیزش میگه ما شبا وقتی که امیر حسین نگهبان بود، نگهبان افسر نگهبان شب بود، از سلول اینا رو می آورد تو دفترش، می شست به اینا، به امیر حسین ریاضیات درس می دادم. شما در نظر بگیرید امیر حسینی که عاشق معلومات ریاضی بود از جمله، یه همچین فرصت مفت مجانی گیرش بوده، لازم نیست کلاس بره، لازم نیست کوش بره، همه اینا در اختیارش بود. از اون طرف کسانی مثل اینا که زندانی فوق العاده تحت محدودیت و فشار بودن، همچین فضای آزاد راحتی رو پیدا کردن، نشستن با افسر نگهبان دارن کار تدریس میکنن. ابتدا یه مدت طولانی، یه مدت تقریبا کوتاه همین کار ریاضیات ادامه میده، ادامه میده. خب برای امیر حسین خیلی به قول معروف به آونه هم بود که خیلی خیلی عالی بود. بعدش برای همچون زندانی و فرصت بود، از سلول میاره شب توی دفتر افسر نگهبان میشونن، صحبت میکنن و چایی میخورن. این رابطه به رابطه صمیمانه و دوستی تبدیل میشه. بعدش از این بحث ها فراتر میره، میکشه به بحث های سیاسی. مثلا امیر حسین آدم مذهبی نبود مثل تقی شهرام. تقی شهرام میگم نمازشو میخون، روزشو میگرم، فرایض دینیش هم انجام میداد، ولی امیر حسین نه، این تیپی نبود، آدم اون موقع هم سکولارتر از تقی بود. بعد تقی شروع میکنه به این نماز خوندن یاده احمد، این حسین عزت کمرهی مذهبی نبود، چپ بود. تقیه شروع میکنه به افسر نگهبان بعد از ریاضیات اینا نماز خوندن و این چیزا رو یاد بده. که خب تقیه تا اونجا که من دیدم، مدتهای طولانی باش بودم و توی بحث و استدلالات و دبات اینا حریف نداشت. حالا بگو از بی اعتماد ترین مسائل بحث بکنی تو رو قانع میکرد. اونجا مذهب و الغا میکنه فلان میکنه، دیگه در ادامهش به اونجا نکشید که امیر حسین یک مؤمن مثل تقی باشه. و امیر حسین میاد به اینا میگه که من واقعا دلم میسوزه که شما ها اینجا زندانی باشه، چون میدید این زندانی ها آدم های برجسته با سواد با علم و دانش هن، قاچاقچی نیستن، آدم های آدم کش و انتظام نیستن که افتادن اینا. چون علیه این سیستمی که احمدیان هم این سیستم شاه و موقع را قبول نداشت، ولی توی هیچ حزب و تشکیلات اینا نبود، ولی بالاخره مثل بسیاری از آدم ها که پذیرفته دیگه چیز دون. بعد میاد بعد از مدتی که رابطه ها خیلی خیلی خونگرم و صمیمی میشه، میاد میگه که من پیشنهاد میکنم که از این زندان شما رو فراری بدم. بعد این حرف برای تقی حسین عزتی خیلی جای تعجبه. چطور این افسر نگهبان میاد با ما یه حرف میزه؟ افسر نگهبان به اونا پیشنهاد میکنه، میکنه که من میتونم شماها رو از اینجا فراری بدم. خب شما در نظر بگیر آدمی که 15 سال محکوم شده، آدمی در سطح تقی شهرام، اون حسین عزت کمره‌ای مثلا مشابه تقی نبود،
ولی این تیپ آدم ها میان که خود افسر نگهبان میگه اینا آرزوشون این بود که از این زندان بتونن فرار کنن. میگم که میگه من اولین چیزی که جلب توجه هم کرد دیوارهای سر به فلک کشیده و چهار تا برج نگهبانی این زندان بود. چجوری همیشه همیشه نگهبان مسلح با دوربر توی این برج ها نگهبانه 24 ساعت. چجوری میشه ما؟ این افسر نگهبان میادن اول اینا تقیه شهرام حسین عزتی این پیشنهاد رو جدی نمیگرن، شاید اعتماد نکردن بعد امیر حسین هی توی خونه خودش میگه خونه میرفت روی تر کار میکرد چی کار میتونیم بکنیم تره مثل تره فرار دیگه تره نظامیه دیگه ده ها نگهبان کلیددار زندان ده ها و ده ها نفر هر شب اونجا آدمه چطور میشه از زیر دست اینا فرار کرد که جلوشو نگیرن؟ خب یه طرح نظامیه در آیان این میاد طرحایی که نوشته بود رو کاغذ به این دو نفر نشون میده دو نفر هم میگیرن و بعد همون شبایی که توی اتاق افسر نگهبان مینشستن سر چگونگی جزئیات ته بحث میکنن، یعنی به عنوان یک حرکت اصلی اینو پذیرفته بودم اما میذارن که برای جزئیاتش هم خود تحقیق با جزئیات توی دفتر خاطراتش خاطرات فرار زندان نوشته هم امیر حسین هم نوشته. خب ما کوچکترین اشتباهی در یکی از این مرحله ها میکردیم تمام تر میسوخت. بعدم اونجا عواقبش این بود که اینا رو بدتر و بدتر ممکن باید حسدتاشون اعدام کنن تمام مخصوصا کسی از داخل خود سیستم میخواد این کار بکنه معلومه کمترین جرمش اعدام بود که برای دیگران عبرتی باشه. به هر حال یکی دو بار یه چیز ساختگی انجام میدن که اینو امتحان کنن تمرین کنن مثلا اینجوری که از زندان چاقو اینا پیدا میکنن که همین احمدیان آورده بود انباردستی و چیز تیغ بود اره آهنبر رو از این چیزا پیدا میکنن که یه تلفن مصنوعی میشه الان میشه که چیزه و بدون این که خود این تر احمدیان رو لو بده زندانی ها که لو میرفتن کارشون این بود تار مواقع دیگه بالاخره احمدیان این زندان دو تا در داشت یه دره منفرد ورود خروج مثل در خونه یه در بزرگی که برای ورود و خروج ماشین بود اینا هم تصمیم میگیرن که از در کوچیک نرن برای اینکه ماشین احمدیان آورده بود توی زندان گذاشته بود به این من هر مدت هاست با اون ماشین میومد میرفت که تا زمینه سازی خواستن با ماشین فرار کنن. آره دیگه اوکی. دلیلش هم الان میگم. بعد در بزرگ وقتی که باز میشد روی ریل 90 درجه باز میشد اینجوری که بعدن بسته نمیشد در رو کسی که میره بیرون باید یکی از پشت کلون رو بندازه که بسته بشه. اینا هم فکر کرده بودن که چجوری ما بریم بیرون که بتونیم در رو ببندیم. در کوچیک که امکانش نبود گفتم ماشین نمیتونیم اونجا در بیاره. بالاخره روزی که دیگه قرار بود برن یه شب یادم رفت الان حتی نوشته شده ساعت 10 یا 10:30 شب با یه اشتباه کوچیکی که نمیدونم چی بود نیم ساعت به تعویق میفته. این نیم ساعت برایشون مهم بود برای اینکه اینا میخواستن شب تاریکی برونن تهران 6 ساعت گویا از ساری تا تهران
باید از طریق آمول و بابل و این چیزا برن، 6 ساعت ها بود که اینا بتونن قبل از این که کشی که صبح میاد اینا به تهران رسیده باشه. بعد اون شب چیز میکنه، بعد هم میان تمام اسلحه های نگهبان هایی که اونجا بودن تمام اینا رو یه جوری احمدی هم یه کاری میکنه که اینا رو میبنده توی کوریدور ها و فلان، از بیرون قفل میکنه، قفل هایی که خودش خریده بود، گفته راحتی هم نبود که با پیش کشتی این چیزا بشکنی، که اینا رو توی کوریدور ها و توی سلول ها نگهبان ها رو بدم، در 15 نفر بیشتر بودن و اینا رو اونجا میکنه که اینا به سریع صدا یه چیزی نتونه بیان بیرون. بعد کلیددار اون شب که میگن آدم فوق‌العاده تیز و مهمی بوده، اونو میفرسته مرخصی. معاون افسر نگهبانم فوق‌العاده آدم تیز و هوشیاری بوده، اینا رو احمدی ها میفرسته مرخصی که اون شب اونجا خلوت باشه. اوکی. بعد نگهبان های برجا رو هم میاره پایین، نگهبان پشت دره رو میاره تو. به اونا چیزی نمیگه، اونا فکر کنن که این باید تو باید این کار انجام بده که بهتر از اونه، اون یکی میره پشت در و همیسته. با این نقشه و کلک تمام اون عناصر کلیدی و حساس ها که میتونستن کل نقشه رو به هم بزنن میاره تو زندان، توی زندان زندانی میکنه. اوکی. توی کوریدور ها، توی سلول ها و اینا، که زندان بیرون وقتی که نه از دفتر میان بیرون دیگه آزاد و باز و درختیار. بعد اینا میان فکرم 14-15 قبضه اصلاحی کمری ساخت امریکا با کالیبرای درشت اونا رو برمیدارن، کلی قپون و دستبند و از این چیزا، گویا 21 عدد برنو هم بود. اینا رو میخواستن بردارن، ولی میبینم که سه نفر چجوری حملش کنن. خود زیادی معمولات ممکنه باعث دستگیری و گرفتاری نمیشه. بعد کلتر آوردن، کلتر هم میارن و با بیسیم و رادار و یه سری هم اسناد و مدارک اینا. بعد آخر لحظاتی که میان تقیب امیر حسین میگه که پرونده ما رو بهتون بیار. امیر حسین میگه که پرونده دست من نیست، پرونده های شما اون ساختمان روبروی الان دیگه دیره، برم اونا رو باز کنم و بیارم دیگه وقتمون بین چطور. بعد میکوبن از زندان میان بیرون، در رو بزرگ میگه در رو بزرگ که شبا نگهبانای شهر، نگهبان زندانای شهر شبا گشت میدادن، میگه از جمله میامدن جلو اینجا، بعض وقتا میامدن میشستن تو چایی میخوردن قهوه میخوردن اینا، که این احتمالش بود که در باز بشه این نگهبانا بیان ببینن به زود خبردار بشن، خبردار بشن همه جارم بسیج بکنن و با هلیکوپتر و انتظار برگردن و پیداشون کن. یعنی کل این طرح نظامی انقدر این ستایی کار میکنن که به ابتکار خود امیر حسین بود، ولی تقریبا اینا رو تکمیل میکنن که بتونن صبح زود به تهران برسن. بعد امیر حسین یه ماشین تهیه کرده بود که قرمزرنگ بود، پیکان قرمزرنگ، اونو میاد اولین شهر یادم رفت الان کجا بود بین ساری و آمار و بابل اونجا عوض میکنه، یه ماشین دیگه هم اونجا گذاشته بود بنابر احتیاط. یعنی به حساب این که با ماشین قرمزرنگ همه جا میتونست سواک به پلیس به تمام دنیا و خبر بده که ماشین قرمزی رو که میاد توی جاده ها من برای احتیاط عوض کرده اون ماشین دیگه، ماشین دیگه، ماشین سویتر بود. میان ساعت 6:30 صبح میرسن تهران.
حالا مشکل تقیه این بود که حسین ذاتی کمره همونجا دوتا کلت میگیره از این جدا میشه. بعد اون موقع که اونجا میای خونه بر بچه های سازمان علنی نباید نمیشناخت که بره در بزن. و حساب اینو قدر نکردن برن کجا؟ نه دیگه همین رو کرده بود، تقیه کرده بود. دقیقه بالاخره توی تهران پیدا میکنن، جایی میرن خودشون قایم میکنن. و اون موقع بعد از چند روز اون موقع سازمان میفهمه که دقیقه شهرام به همراه امیر حسین احمدیان تونستن از زندان فرار کنن. من یادم اون موقع هنوز تو تشکیلات نبودم، ولی با من یه آدمی که شم سیاسی داشتم و مسائل دنبال میکردم اینا، از جمله دستگیریشون توی شهر پنجاه اینا، همین رو دنبال میکردم. اون موقع روزنامه ها نه به طور گسترده، ولی مطرح کردن که تقی شهرام با افسر نگهبان امیر حسین احمدیان فرار کردن. حالا شما در نظر بگیر که سواک اون موقع چقدر نیرو گذاشت اینا رو پیدا کنه. با همون ساعتای صبح نیتوشم نفهمیدون صبح اینا با هلیکوپتر نبتونهای پلیسی نظامی تمام منطقه اطراف این مسیر از ساری تا تهران رو در حال گشت و گداز بودن که ببینن مثلا همچین ماشین چیزی رو تو راه وسط جنگل اینا پیدا میکنن یا نه، که موفق نمیشن. بعد از چند روز تقیه شهران میتونه وصل بشه به تشکیلات، که خب برای تشکیلات تقیه همچون آدم که بعدها رشد کرد نبود، ولی آدم یکی از بزرگترین آدم های اون موقع بود. عناصر مرکزیت اون موقع رضا رضایی بود و که بعد از یکی دو هفته توی خونه قایم شده بود و تصادفی لو رفت و سباکون رو کشت. و بعدش تقیه شهران میاد هی رشد میکنه اون موقع دیگه مرکزیت سازمان میشه تقیه شهرام و بهرام آرام. شنیدی اسمشو؟ بله فهمیدم. بهرام آرام مخ نظامی چیز بود که بیشتر توی ترورای مستشارای امریکایی نا مخ اون بود. آدم توی چیز نظامی یک رهبر اون موقع فوق‌العاده برجسته بود. تو مجاهدین نه. مجاهدین هم هنوز مذهبیه دیگه. برای این که چیزه. پنج ماه بعد از زندانی شدن که زندان ساری موفق میشن فرار میکنن. پنج ماه. همش پنج ماه توی اونجا. توی این پنج ماه هم از هفته های اول هی تر میره توی نقشه فرار و این چیزا. و بعدش همون موقع گرینا رو میگرفتن طور مشخص احمدیان تکیه باره میشنردن دیگه. احمدیان وقتی که داره از زندان میاد بیرون آخرین به صلاح حرفشو میزنه، میگه که من میرم این لباسا رو، منظورش لباس پلیسی رو، بندازم دور، لباس خلق رو بپوشم به خلق خدمت کنم. نوشتم توی آثاری که در این رابطه وجود داره هستش. بعدش خب تقیه شهرام اون موقع شما در نظر بگیش سازمان مجاهدین اون موقع ضربات جانکاه و مرگوار سالهای قبل خورده، وجود آدم مثل تقیه شهرام خیلی نقش و اهمیت اساسی. شما هنوز با سازمان نیستید؟ تایی نبودم، ولی همه این چیزا رو دنبال میکردم. بعدم خیلی سعی کردم که بیگدار یا آب نزنم، اطلاعی آینه رو پخش میکردم. من رادیوی میهن پرستان، رادیو صدای انقلاب
مال مجاهدین و اینا رو گوش میکردم، بعد توصیه میکردن که مثلا این متن رو، این اطلاعیه رو پیاده کنین، تکثیر کنین، پخش کنین. من اینا رو میشستم توی یه فضای خلوت، همه اینا رو ضبط میکردم و تکثیر میکردم، کارگاه اینا میذاشتم، تکثیر میکردم توی شهرمون، اون موقع میبردم اینا رو پخش میکردم. یعنی اینا دوره پنجاهه، اونطور من عضو رسمی سازمان مجاهدین نیستم، در واقع مثل یه سمپات کناری که چون افکار آرمان ها با اینا خانایی داشت، من مذهبی بودم، سازمانم مذهبی بود، اینا رو چه میکردم. بعد حدود سال این پروسه میره برسی اونجا که چه وقت باش آشنا شدی؟ آره حالا مونده، حالا بخوام بگم وسط باید از رچی کنم. اوکی، پس این وسط چیزی که لازمه بگو باش. آره دیگه، بعد توی سازمان اون موقع هنوز مذهبیه، جزوه می نویستن، جزوه داخلی دو تا اسم داشت، یکی پرچم مبارزی ایدئولوژیک را برافراشته سازیم و یکی هم می گفتن جزوه سبز. علت این که می گفتن جزوه سبز، جلد این جزوه این مقوای سبز بود، من هم موقع اون خوندم. بعد در اونجا پروسه چی نوشته بود این دوتا رو؟ اینا رو یه جزوه بود، دو اس داشت، جزوه سبز دو ورژن منتشر شده. نه جزوه اسم جزوه پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشته سازیم و چون جزوه جلد سبز رو میگفتن جزوه سبز، محتواش همون بود. بعدش اونجا شروع میکنن به اسلام نقد کردن. کیا؟ عمدتاً شهرام بود، بهرام آرام بوده، علیرضا سپاسی آشتیانی بود، این سه نفر از آدم های برجسته بود که اینا که بیرون زندانن برجسته ترین کادر رهبری مجاهدین بودن یا کسان دیگر هم بودن؟ نه، کسان توی این جزوه رو هم اینا نوشتن. نه منظورم رهبری مجاهدینه، سازمان مجاهدین خلق. خب اکثرا تو زندان هم اونایی که بیرونن علاوه بر این سه نفر که اسم بردی، آره، کیای دیگه هستن بیرون؟ کیای دیگه بودن ولی توی این ستون نبود. مثلا وحید افراخته، کسی که دستگیر شد رفت با ساواک، نهایت همکاری داد، تمام اطلاعاتی رو که داشت لو داد. بعدش هنوز جواد قاعدین ها نیمده بودن، عمدتاً اینا بودن، رضا رضایی که کشته شد، عمده آدم ها این بودن، طبعی شهران، بهرام آرام، یکی دو درجه پایین تر علیرضا سپاسی آشتیانی، اینا رهبری اصلی مجاهدین هستند. به اضافه اونایی هم که تو بودن، اون موقع مسعود رجبی بود، هنوز مذهبی بود دیگه. بعد برادران آلاتپوش بودن، نمیدونم باز مهدی یا محمد بازرگان بودن و این تیپا بودن تو زندان. ولی خب بلکه تو زندان محدودیت دارن، گریم محدودیت دارن دقیقا. بعد بچه های زندان این بحثا رو میشنوند که سازمان داره الان التقاطیه، علارغم این که به صلاح نگرش و گرایش آبشار مذهبی داره، ولی دارن مذهب رو دیر سوال میکشن. توی اون پرچم مبارزه ایدئولوژیک رو یادم، اون موقع که من تو وارد سازمان شدم اوائل سال 1353، هنوز مجاهدین مذهبی بود، دادن ماهام کنده، من با مارم مثل یه عنصر پایه‌ای، نه کادر و نه یه چیز رهبر اینا، دادن ماهام کنده. بعدش دیگه نیمه دوم 53
اول نیمه دوم 53 الان تو این شرایط با سازمان مجاهدین همکاری میکردی، عضوشون بودی، چی بودی؟ آره دیگه، من که پیوستم اوایل سال 1353 دیگه به عنوان عضو سازمان مجاهدین شدم. حالا اونا رو بخوای بگم دیگه میشه چیزای نه نه نه، منظورم اینه که ببینم چه موقعیتی داشتی. من یه عضو ساده بودم، عضو معمولی بودم اون موقعم که الان فهم میکرد دیگه. آدم ها رو تو از فیلتر نگذرنن تا 100% مطمئن نباشن که آدم سالمه یا نفوذی اینا نیست، همچنان تو حاشیه کارهای فضایفه میدادن که باید آدم انجام بده که تا پله پله وارد مرحله اتومچی ندیم. بعد از نیمه دوم سال 1353 مرکزیت و تعدادی از کادرهای زیر مرکزیت جمع میشن، در واقع شروع میکنه به رشد کردن تا اونجایی که من میدونم. و رهبری اصلی این چپ شدن تقی شهرام یا کسای دیگه؟ تقی شهرام، تقی شهرام. بعد اون موقع توی یعنی عناصر کمی و کیفی اون موقع مجاهدین چپ میشن. اوکی. اینم یادم رفت بگم، اون موقع تقی شهرام بود، بهرام آرام بود، شریف واقفی هم عضو کمیته مرکز بود، وحید افراخته اینا یه خود بعدن بود، کادره پایین تر بود، کادره زیر مرکزیت بودن. بعدش تقی شهرام چپ میشه، بهرام آرام چپ میشه، این بحثا رو با مجید فقط شریف واقفی میمونه در واقع فقط از مرکزیت، از مرکزیت فقط تقی شهرام میمونه زیر نه. چیز مجید شریف واقفی میمونه زیر مجید شریف واقفی کسانی مثل مرتضی صمدی لباف و اینا زیر مرکزیت، اونطور بخش به اسلام همچنان مذهبی بودن. تغییر مجید توی بحث‌های داخلی چیز نمیشه، قبول نمیکنه ولی مخالفت هم نمیکنه. من یه دستخطی از مجید شریف واقفی همون اوایل 54 خوندم، میگه من هیچ وقت مثل بهرام، دستخط خودش را، من هیچ وقت مثل بهرام آرام اونقدر جسور نیستم که چنین عقایدی را پذیرم. یعنی متزلزل بود، نه هم مذهبی بود مثل گذشته و نه هم چپ هم شده بود، یعنی توی حالت بینابینی داشت. این در واقع خیلی صمیمیت و آره. رابطه خوب هم داشتن اینو داشته. دقیقا داشتن. و بعد یه مقدار اینو میذارن کنار، بهش میگن کی میذار کنار؟ تقی شهرام و بهرام آرام و اینا میگن که تو باید بری کارخونه کار، خودش مهندس بود، کارخونه کارگری بکنه تا بفهمی که این کارگره چی میکشن. از این سیاست های غلط و موقع بود دیگه، من خودم چندین دوره رفتم کارخونه کارگر چی سازی بودم، میخواستن این آدم ها برن یه دوره با درد کارگر آشنا بشن، درد کارگر آشنا بشن، هم اگر احیانا میخوان از تیزست سواکین خارج بشن یه معامل کاری چیزی داشته بشن. بعدش میره یا نمیره یادم نیست. بعد خانومشم به نام لیلا زمردیان، اونم نمست خانم شریف واقفی، شریف واقفی لیلا زمردیان، اونم آدم تحصیل کرده بالایی بود. و بعد رابطه مجید با مرکزیت بود، با تقی شهرام و بهرام اینا آرام بود، اون آدم فوق العاده صادق بود. اونم نمیگم مجید صادق نبود، بالاخره مجید قبول نمی کنه. بعد مجید یه دو نفر تحت مسئولیتش بود،
انبار اسلحه اون موقع یکی از انبارهای اسلحه مجاهدین دست اونا بود. اوکی. بعد از این که این مسئله پیش میره، مجید چیز نمیشه، چپ نمیشه و تصمیم داره جدا بشه. 100% حقشه. اون موقع کسی نمیفهمید که 100% حقشه. توی این تشکیلات تا دیروز با شما بودم، الان هم میخوام برم. این حرف حتما زده ولی جای ثبت نیست که. بعد اون موقع مرکزیت که تقه شهرام بود، بهرام آرام بود، هنوز بهرام آرام زنده بود. بهرام آرام اوایل 55 کشته شد. یعنی تا اون موقع تو عملیات؟ نه، شناسایی شد، سوار تو خیابون زد کشته شد. بعد توی مجید میره کارگری یا نمیره؟ با این حال مجید حاشیه‌ای شده تو مرکزیت، آرام هم کشته شده. آرام هنوز کشته نشده. آه اوکی. اوایل 54 کشته نشده. آه اوکی. گفتم 55. راست میگی. بعد چیز رابطه مجید با مرکزیت خانمش لیلا زمردیان میشه. فوق العاده آدم صادق و شریفی بود. میاد چیزه. بعد یه روز خودش مسلح بود، اصلاحش اون داره تحویل میده. کی؟ همین لیلا زمردیان، خانم مجید شریف. تحویل کی میده؟ تحویل همین تقینا میده دیگه. آه، مرکزیت. مرکزیت میده. بس میگن بس چیزه چی چی؟ مجید. مجید چی؟ اونم باید بیاره. دیگه دوره یه که رابطه داره هدف پیدا میکنه، متشنج میشه، متشنج و چیز میکنه. بنابراین گویا این 100% جای صد نشده، مجید شریف واقفی شروع میکنه به یارگیری از همون اعضای مجاهد که هنوز مذهبی نه. تا اون موقع عناصر کمی و کیفی مجاهدین چپ میشن. کمی و کیفی یعنی که تعداد و آدم اکثریت آدمای اصلی و کادرهای اصلی شد. کادر است. آره. اونا که باسوادتر بودن چیز میشن اینا. بعد یه روز نقشه حالا یه روز منظورم که میگن که به این نتیجه میرسن که این میتونه برای ما یه سازمان مترادف مذهبی در پیش پای ما بذاره. اینا رو اگر شما خونده باشین توی بیانیه اعلام مواد ایدئولوژی هست، اینجا داره توضیح میده که اینا شروع کردن اونجا اصطلاحات فوق العاده غلطی را در شهر را میکار بره. این خائنین، این توطئه‌گران، فلان مزد، حتی مزدوران اینجور چیزا. شما در نظر بگیر توی حزب ما چقدر آدم ها رفته. یک بار رهبری حزب از منصور حکمت و تقه شهرام خودت و اسخری یک دفعه از این کلمات نبردن که این خائنین، این مزدوران، این نمیدونم تا نمیدونم این چیزا مد بود اون موقع. توی همون نوشته اعلام مواضع ایدئولوژی، تغییر مواضع ایدئولوژی، تقه شهرام میگه خائن شماره یک مجید شریف واقفی. علنی پخش کرد. پخش کرد، آره. خائن شماره دو مرتضی سبدی لباف نشسته تو ماشین ساواک میچرخه دنبال این چیزا، در صورتی که همش غلط بود. غیر و بعدم وادار کردن اینو پس گرفت. خود تقه شهرام فکر که اشتباه میبینیم. اخ تو رو چیز وحید افراخته که دستگیر شده بود شروع میکرد به خیانت کردن، اطلاعات لو دادن، اون عنوان یک بوت عظیمی نوشته شده، همون بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژی نوشته شده، در حالی که اینا با واقعیت منطبق نبود. واقعیت
این چرا تغییر رو می‌نویش؟ می‌خواست تمام این کشت قتلش رو میگم، سوزوندن جسد اینا رو میگم، همه اینا رو طبیعی و محق جلوه بده. بعد یه رو بعد از کشته شدن اونا این اطلاعی رو داد؟ آره دیگه، اطلاعی نه، توی اون کتاب بیانیه اعلام موازه ایدالوژی اون رو اون موقع بنویسن که واقفی رو کشتن. آه اوکی، شرف واقفی رو کشتن. بعد حالا اینا که اینا اوایل سال 1354 منم توی چاپخونه‌ای که درست کرده بودیم برای چاپ همین چیزا کار میکنیم، کسی توی تشکیلات خبر نداشت تو این شرایط تو چاپخانه مجاهدین تو کار میکردی؟ آره. اوکی. کار میکردم. بعد همون موقع کسی داخل تشکیلات نمیدونست نجیب شریف آقای را کشتن. حالا بذار قبل از این که ببینم، بالاخره خود لیلا زمردیان رابط میشه که نجیب شریف آقای را میارن سر قرار. گویا مرتب بود، دو دل بود و میگن نرو فلان اینا، چقدر مستقره نمیدونم. یعنی خانمش نمیدونسته ولی؟ نه، هیچ که نمیدونست. خانمش عامل ارتباط اتصال اون به قاتلی میشه. بعد کسانی مثل وحید افراخته، محسن سیاه‌کلاه معروف به کاظم، محسن خاموشی، اینا یک گروهی بودن که اینو بکشن. میاد تو سر قرار، حتی یه یکی از دخترها که اسمش یادم رفته از دور علامت سلامتی میده که اصلا داره میاد. توی طرف های جنوب شهر الان اسمش یادم نیست، خیابونیناش نوشته شده معلومه، اونجا این مجید و با گلوله میکشن. سمدی لب با مرتضی سمدی لب. زنشم اونجا بوده؟ نه، اون لحظه نبوده. بعد مرتضی سمدی لباف هم بوده. مرتضی آدم فوق العاده قوی، جسور و برجسته ای بود از نظر نیروی بدن اینا. اونم میزنم، اون کشته نمیشه. اون بیچاره میدوه چون زخمش خیلی کیفی بود و میفته زمین. سواک میاد دستگیرش میکنه، میبره اونو تو زندان سواک کشت، اعدامش کرد. برای اینکه وحید افراخته اول لو نرفته بود این کیه. وحید افراخته اینا که میشناختن دوده هم تیمشه دیگه، اینا لو میدن که این کی بود. اینا اونم خیلی وحید افراخته داشت داری گرفتن. مگر وحید افراخته رو سر قرار میگیرم، قرص سیانوشم میخوره. ما همون قرص سیانو داشتیم دیگه. مثلا به من چون خیلی قوی و چیز بودم، بر زبر و زنگ بودن، من همیشه جز و کسان بودم که دو تا قرش داشتن. میگفتن یکی تو رو نمیکشن. بکه این زمان هم بود دیم تو خیابون اینا. قرص سیانور خاصیت این بود که باید وقتی که دارن میگیرنه به جوی با دندونات بشکنه، با این داخل مخاط دهان به جوی که از طریق زخم بکنید، در از چند ثانی آدم رو میکشتیم. منتها سواک هم زبردست شده بود، برجسته شده بود و اینا رو چیز میکرد. میدونست آدم هایی که ایفیانه چناختشون رو از کنند در اولین فرصت گلو ملوش رو میگرفتن، معده شو شستشو میکردن، وسایل داشتن تا میرسندن به بیمارستان که بیمارستان شستشوی روده و معده اینا میتبن که سما دهنش دار. وحید افراخته رو اینجوری میگیرن، قرصش هم میخوره، ولی آنچنان زبردست بود قاتل اینو دستگیر کنن. میگن سوار نمیذارن بمیره، میبرن توی بیمارستان شستشوی معده روده میدن و زنده میگن. که بعدش دیگه این هم کاریاش رو با سواک شروع کرد. نشسته بودن میشونده بودن توی ماشین گشت سواک،
تو خیابونا میچرخیدن، محل تردد اون موقع مجاهدین فدایی ها را نشون میدن که مثلا اینجا خیلی را لادت، خیلی اطلاعات، خیلی سمپات هایی که برای سازمان کمک میکردن، کمک مالی، جا و مکان، همه اینا که میشنا لادت. بنابراین مجید رو که میکشن میبرن میذارن توی داخل یه ماشین، جنازه‌ش رو میبرن طرفای مسکرآباد، بیابان‌های مسکرآباد. چیز چه اصلا همینطوری تو خیابون میکشن؟ آره من تو خیابون نمیتونم بگم بفرمون تو ماشین ببرن تو مسکرآباد میکشن، برای اینکه دستشون در نره میکشن و بعد میبرن توی بیابان‌های مسکرآباد چیزش میکنن، میسوزنن با اسید. این همینجا بمونه توی یه پرانتز باز بکنم، میگم ما تا اوایل 54 هنوز از قتل شریف واقفی، مرتضی صمدی، لباف و اینا خبر نداشتیم. من در تهران یه روز نمیدونم از طریق اخبار رادیو تلویزیون این خبر رو شنیدم که منافقه. فاصله کشتنشون تا اعلام خبرش چقدر طول کشید؟ خود سازمان آگاهانه خبر نداد که، سواک پخش کرد. سازمان هم وقتی که فهمی توی همون اعلامیه بیانیه موازه ایدئولوژیک بکنم شهریور 54 اینا. بعد من یه دفعه خبر رو شنیدم تو تهران بودم. پس معلوم نیست چقدر بوده فاصلش؟ خیلی کم. برای اینکه سواک پخش کرده وحید افراخته که دستگیر میشه، اینا محسن خاموشی که دستگیر میشه، اینا جز قاتلین بودن، اینا میرم به سواک لا میدن. خب اون که قاتل، این دو نفر که قاتل بودن دستگیر میشن؟ آره. چرا؟ بعدن دستگیر میشن، در رابطه با کشتن این چیز نه، بعدن تصادفی در چه رابطه ای دستگیر میشن. میگم وحید افراخته رو تو خیابان شناسایی میشه، دستگیر میشه. بعد هنوز سواک از قتل مجید شریف واقفی خبر نداشت. پس نیست. من میگم تو تهران بودم و لباف چی؟ اما لباف اینا دستگیر، لباف زخمی شده، خورده شدیدن زخمی خورده، نمیتونه فرار کنه. اون موقع میفته تو خیابون، پلیس و سواک میاد میبره، میفهمن که این کیه، نمیفهمن کیه. اینا رو وحید افراخته و محسن خاموشی که دوتاشون هم توی قتلن دست داشتن، اینا لو میدن که این میدونن این کیه، با مزید شریف حافی اینا. او اصلا آدم تردد اینا نداشت، اونم اون رو عقاید مذهبش مونده بود. خب لباف اونا را خب لباف هنوز نمرده؟ نه تو... دستگیر شده. دستگیر شده. خب از کجا معلومه که لباف اونا را لو نداده که بعد اعتراف کردن؟ نه لباف دستگیر بود، وحید افراخته و محسن خاموشی دستگیر شده بودن، دستگیر شده بودن و یهو با با هم که دستگیر نشد. نه با جدا جدا دستگیر شد. اول لباف دستگیر میشه، یعنی چون زخمیه. اول لباف دستگیر میشه، بعدش حالا دقیق نمیدونم تاریخش هست که چون میخوام این بحث هست، گفته میشه لباف اعتراف کرده که متوجه شدن، گفته کیا اونو کشتن و بعد میرن اینا رو دستگیر میکنن. فکر نکنم اینجوری باشه، برای اینکه من اینو جایی نخوندم، چه بسا هم گفته شد، گفته باشه، ولی شایی هم این هم مشخصه. میخوام بگم چقدر شد در جریانی. من اون تازه بودم اون. بعد میگم چجوری یادم نیست، توی اخبار رادیوی، اخبار تلویزیونی شنیدم که امشب تلویزیون میخواد این رویداد و این واقعه قتل و سوزاندن جسد اینا رو پخش کنه. من خونه تلویزیون نداشتم، رفتم توی قهوه خونه نشستم به شام خوردم،
بعد درست اون ساعت نشون داد، نشون داد که جسد کاملا سوخته که شده بود، سرش مونده بود، پوستاشو سوخته، تمام هیکل سوخته، پوتین پاش بود. بعد حتما سوار در آورده بود، اینا بعد این که جسد رو میسوزنن چالش میکنن. در همین روزا نه که خیلی با ازش فاصله، بعد اونجا دیدم خب تا امروز نشنیده بودم، وحشت برم داشت. سازمان ما این کار رو میکنه برای کسی که نمیخواد چپ بشه. اون موقع آدم این نگرش، ولی یه مسئله که بین همه ما بود این بود که سازمان برق، اون طرف متهمه، اون طرف خطاکاره، حالا زدن کشتن اینا حق بر سازمان. اون موقع بین همه ما چی نبود، سازمان بی تقصیر بود، بی گناه بود، برای حفظ بقای خودش بایستی چنین کسانی که در نابودی سازمان دست بلند کردن چیز کنه. بنابراین اون رو نشون داد. خود این مسئله باعث شد که سازمان توی عناصر سطوح پایین مثل من، هر کسی این قضیه رو پخش کنه. منتها یادم نیست اطلاع اون شب هنوز معلوم نیست که دستگیر شده ها هستن یا معلوم شد؟ نه، اون شب فقط فقط جنازه کشتنه. یادم نیست چند سال گذشته، از پنجاه و چهار دیگه 42 سال گذشته، چی گفتن یادم نیست حقیقتش. فقط این جنازه رو و خود اعضاش این کار کردن و اینا به دستور رهبری و اینا رو موقع رادیو تلویزیون ها میگفتن. بعد دیگه من اینو با خبر نیستم راستش. مصطفی این چیز مرتضی صمدی لباف اول دستگیر میشه، اونا رو لو میده که عاملین قتل اینا بودن. نه حتی این کار رو بکنه کار اشتباهی نکرده، بیم این قاتل همردیفشو که همین آدم های رفقای دیروزیش کشتن چیز میشه. بنابراین مجید شریف آقافی اونجوری از بین رفت که تا ولی زمان شاه اونو عمده نکردن، چون اونم یکی از اونا بود که علیه سیستم پهلوی و رژیم پهلوی فعالیت میکرد دیگه. تمام برجسته کردن اونو جمهوری اسلامی بارته گرفت که بزرگش کرد، ولایت دخلقش کرد، امامزادش کرد، در واقع دانشگاه رو بنامش کرد اینا، که بعد از اون مذهبیات چقدر در مورد او تعریف و توصیف کردن. دادگاه دوم تقه شهرام که در 1359 دستگیر شد، تو دادگاه چهار روزه که تشکیل دادن، برادر مرتضی صمدی لباف از خانواده خود شریف واقفی تمام اونا دعوت کرده بودن، تو دادگاه بودن که تقه شهرام هم اونجا اول فقط یک روز دفعه اول اومد دادگاه، ولی چون دادگاه رو به رسمیت نشناخت دیگه چخ نیومد. اما تمام اون شاکیان اونجا بودن. اونا رو دیدم منم، اونم بالاخره مستند و هست، دونستم بیپخش کرده اینو. خب حالا سرنوشت لباف و این دوتای دیگه که شریف واقفی رو کشتن و لباف رو زخمی کردن چی میشه؟ این ستا چی میشن؟ الان تو زندانن. تو زندانن اینجوری که معلومه مرتضی صمدی لباف اول شناخته نمیشه. هم اینا، هم محسن خاموشی، هم وحید افراخته اینا لو میدن که این چی کسیه، چی بود. خب چرا اینا لو میدن؟ خب این به ظاهر خودشونه که
یا میخوان کشته بشه که این قتل قتلی کردن نمیخواستن این آزاد بشه دیگه. اگر تبرئه میشد آزاد میشد با اینکه زخمی هم خورد، ولی اینا از کینه توزی اونطور کینه توزیشون از راه حفظ و مصلحت سازمان اونجا توی اون داخل هر اطلاعاتی که داشتن چیز دادن لو دادن همکاری کردن لو دادن. و خودشون چی شدن؟ خودشون اعدام شدن هر دوتاشون اعدام شدن. مثلا یه این در واقع چون شاه رژیم شاه هر ستاشون اعدام کرد دقیقا. یه فیلمه یه تیکه فیلمی بعد از قیام تو دانشگاه آریامر نشون میدادن بچه های سیاسی اینا که فیلمی از سواک در آورده بودن این چیزا نشون میده که وحید افراخته با گروه سواکی نشون داده خیلی خوشبش و گپ اینا. خب همه اینا بعدن بعد از قیام که این آسای نوارا اینا مصادره شد اونجا نشون میخوایی